سلام عرض میکنم خدمتون آقای دکتر، ممنونم که امروز همراه ما هستید. سلام عرض میکنم خدمت شما و میهمان محترم برنامه و همچنین سلام عرض میکنم خدمت هموطنان عزیز که این برنامه رو میبینند و سلامت خدمت شما. باشین، من خدا قوت هم میگم به رسول خدا دوست عزیز که اینجا همراه ما هست. خیلی ممنون، منم سلام میگم خدمت شما و همچنین عرض سلام و ادب خدمت دکتر سرزندی عزیز. ممنونم از این دو عزیز. جناب آقای دکتر، اگر اجازه بدید با شما شروع کنیم در خصوص بودجه سال 1401. در واقع نقدها و انتقادات زیادی وارده. من می‌خواستم از شما بپرسم که اول این اعداد و ارقام اصلی بودجه سال 1401 چیا هست و فکر می‌کنید در واقع استنباطتون از این اعداد و ارقام چی هست؟ بله، ببینید همه هر سال وقتی بودجه عرضه میشه، مثلا فعالان بازار سرمایه و افراد دخیل در سیاست گذاری و اقتصاددانان اقدام میکنن به تحلیل بودجه و سال که تموم میشه اصلا فراموش میکنن که چه تحلیل سال گذشته ارائه شده. سال پیش، سال برای بودجه 1400، من در برنامه های متعددی حضور پیدا کردم و سال قبلش هم همینطور، سال 99، و این مسئله ادامه داره. به هر حال میدونیم که بودجه مهمترین سندی هست که در واقع برنامه دولت رو در سال آینده به تصویر میکشه، ولی مسئله اینجاست که خیلی این بودجه ها با هم متفاوت نیستن. 50 سالی که یک سری سیاست ها رو ما پیگیری میکنیم و این سیاست ها کاملا به شکست انجامیده و هنوز مصر هستیم که همون سیاست ها رو ادامه بدیم. بودجه 1401 و 1400 هست. بودجه سال 1400 به شدت انبساطی بود، شاید در طی شاید 5 دهه گذشته بی سابقه بوده. چه این بودجه‌ای که 70% رشد داشته باشه، دولت قبل مصر بود که سقف بودجه رو آنچنان بالا ببرد که بتواند در 5 ماه اول سال کل منابع رو مصرف کند. و جالب اینجاست که مجلسی که با دولت در تعارض بود این رو پذیرفت. بودجه سال 1401 خیلی معقول‌تر اعداد در واقع تنظیم شدند. یعنی مثل اینکه برگشتیم به مسیر عادی. البته جالب اینجاست که همون کسانی که بودجه سال 1401 1400 رو نوشتن، همون افراد بودجه سال 1401 رو هم تهیه کردند. یعنی اصلا تغییر، درست دولت تغییر کرده، ولی این افراد تغییر نکرده، نگرش هم همون نگرش ها هست. بنابراین مسئله اینقدر جدی نیست که بخوایم خیلی بزرگش بکنیم. همین وضعیت 50 سال گذشته سال 1401 هم ادامه پیدا میکنه. شاید خود بنده فکر میکردم بعد از 50 سال سعی و خطا شاید مثلا در 1401 اتفاقات خوبی بیفته و از این جهت فعلا که این انتظار بنده در واقع به منصه ظهور نرسید. حالا ممکنه در مجلس تغییراتی درسته. داشته باشه. ممنونم از توضیحاتی که دادید. آقای دکتر، من می‌خواستم در واقع گفتگو رو با شما ادامه بدیم. نظر جناب آقای خدادوست رو داشتیم در مورد بعضی از پارامترهای بودجه. من می‌خواستم ببینم که مهمترین نقاط ضعف بودجه سال 1401 رو چه چیزهایی می‌دونید و فکر می‌کنید در واقع این پارامترهای مثبتی که در بودجه اگر وجود داره چیا هستش؟ بله، صحبت های جناب آقای خدادوست کاملا درست بود، من کاملا با ایشون همسو هستم. نکته که شما نتیجه‌گیری کردید از بنده باید این مدار تغییر کنه. ببینید، من عرض نکردم که اعداد بودجه 1401 اعداد بودجه 1400 متفاوت نیستند یا خیلی کم متفاوت، خیلی متفاوتند و بودجه 1400 نسبت به سال 99 خیلی متفاوت بود. عرض کردم بودجه بسیار انبساطی در سال 1400 تصویب شد، سال 1401 عرض کردم معقول تر هست. عرض من این بود که روند 50 سال گذشته در ادامه پیدا کرده. در سخنان جناب خدادوستم شما دیدید ما یک روند غلط نامبارک نامیمونی رو متاسفانه 50 ساله داریم انجام میدیم و افتخار داریم و حاضر نیستیم توبه کنیم و برگردیم. و اون این هست که ما وقتی که درآمد ارزی داره دولت، یعنی مثلا نفت میفروشه، مثلا معدنیات گازی میفروشه، هر نوع درآمد ارزی که دولت داره، این درآمد ارزی رو میاد به بانک مرکزی ارائه میده و در ازاش پول دریافت میکنه. این پولی که دریافت میکنه پول بانک مرکزی است، پول پرقدرت، پای پولی دریافت میکنه. حالا بعضی وقتا مثلا میخوان اینو اصلاح کنن، میگن که حالا اینو بره بذاریم تو صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی یا این حرفا. این مسئله تغییر نمیده. ببینید این بازی کردنه. یعنی بعضیا گفتن که آقا این تزریقی که داره انجام میشه، این تزریق رو اسموت کنید، یعنی هموارسازی، بعد اسمش رو اصلاح ساختار بودجه. یعنی واقعا من متاسفم. یعنی اینکه مثلا یک در واقع یک آسیبی داریم به اقتصاد می‌زنیم، میگه آسیبت رو همواره مثلا با نیروی ثابت این آسیب رو انجام بده. خب اینها، ببینید اینها مشکلات اساسی ما بوده.
یعنی تزریق بودجه ارزی به به بودجه دولت، به بودجه ریالی دولت، مهمترین پاشنه آشیل بودجه در 50 سال گذشته بوده. با این اصلاحات آرایشی بهداشتی هم حل نمیشه، باید به طور ساختاری تفریق بودجه ارزی از ریالی اتفاق بیفته. این مهمترین مشکل هست. جناب خدادوست هم عرض کردن، البته یک نکته رو خیلی سریع رد شدن. واقعیت این هست که وقتی شما درآمد ارزی داشته باشید، یا این درآمد ارزی رو در واقع بانک مرکزی میفروشید و پایپولی افزایش پیدا میکنه، ذخایر خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا میکنه، موجب تورم میشه، یا بانک مرکزی میاد واکنش نشون میده و این پولی که از دولت دریافت کرده، این ارزی که از دولت دریافت کرده، وارد بازار میکنه، میشه بیماری هلندی، یعنی چوب دو سر طلا، یعنی هر کارش بکنه خرابش کردی. به جز اینکه تفکیک بودجه ارزی از ریالی داشته باشه و بودجه رو تخصیص، بودجه ارزی رو تخصیص بدیم به احداث زیرساخت‌ها، به نظر من راهکار مناسب دیگری برای درآمد ارزی نداره. این مسئله اصلی که شما فرمودید نقطه ضعف کجا هست، این مسئله دقت بفرمایید. یک مسئله دیگه من خدمتتون عرض کنم در مورد درآمد مالیاتی. ببینید، پایه درآمد مالیاتی در سال 1400 به شدت انبساطی بوده و از پای پولی هم تأمین شده اتفاقا بخش عمدهش، و این باعث شده که قیمت ها رشد کنن. وقتی قیمت ها رشد میکنن، طبیعیه که مالیاتی هم که دریافت میشه به همون میزان رشد میکنه و این افزایش اصلی هست، نمیتونه تأثیر آنچنانی روی رکود داشته باشه. مسئله دیگر که من باید خدمت شما عرض کنم و متاسفم که این اتفاق افتاد، این بود که متاسفانه نقش اوراق به شدت تضعیف شد. یعنی دقیقاً مسیر رو برعکس داریم میریم. ما باید بودجه ارزی از ریالی تفکیک کنیم، صندوق توسعه ملی رو کامل جدا کنیم از دولت، از بخش ارزی از بخش ریالی دولت حداقل باید به طور کامل مجزا بشه. کسری بودجه باید شفاف بشه. کسری بودجه که شفاف بشه، یه چیزی حدود 50% کل بودجه رو شامل میشه، خیلی بالاست، ولی نسبت به جی دی پی بالا نیست، یه چیزی حدود 8%، 9%، 10%. این کسری بودجه ماست که مثلا آمریکا پارسال کسری بودجه ایش حدود 14% بوده. دقیق میفهمید؟ بنابراین خیلی بالا نیست ولی بالا هست و باید اتفاقی میفته این هست که باید اون کسری بودجه شفاف شده از محل اوراق تامین بشه. حالا برداشت افراد این بود که اگر بازار بورس سقوط کرده، به خاطر اینکه اوراق خیلی زیاد عرضه شده و بعدم مرتب هم این اخبار تحت عنوان اخبار جعلی، یعنی دیس اینفورمیشن به بازار ارائه میشه که مثلا دولت داره بازم اوراق میفروشه، حجم سنگین اوراق میفروشه، اصلا نسبت به تولید ناخالص ملی، نسبت به انباشت و مانده نقدینگی اگر شما در نظر بگیرید، اندازه اوراق اصلا بالا نبوده، ولی یک اتفاق منفی افتاده در ماه مرداد و شهریور. ناگهان شهریور منظورم 1400 است، یعنی امسال ناگهان اوراق زیادی عرضه شد. اگر اوراق میخوان عرضه کنن، باید با یک مسیر همواری اوراق رو عرضه کنن. درسته. من ممنونم، اتفاقا به نکته خوبی هم اشاره کردی. سوال بعدی من در خصوص تاثیر در واقع همین اعداد و ارقامی که در بودجه سال 1401 داشتیم روی بازارهای مالی به خصوص بازار بورس بود. فکر میکنید در واقع علاوه بر بحث فروش اوراق، چه پارامترهای دیگه‌ای در بودجه سال 1401 میتونه تاثیرگذار باشه روی بازار بورس ما؟ ببینید، اگر دست من بود بودجه رو می نوشتم، خیلی بهتر از این می نوشتم، هم در زمینه اقتصاد هم در زمینه بازار سرمایه. اما یک مسئله دقت بفرمایید، قطعاً بدون شک من خدمت شما عرض می کنم، کسی که بودجه سال 1401 رو طراحی کرده، بناش بر این بوده که از بازار سرمایه حمایت کنه. موارد متعدد هست که به نفع بازار سرمایه است، هرچند ممکنه به صورت اسمی به نفع بازار سرمایه باشه، ولی برخی اوقات که مثلا انتخاب بوده بین ثبات بازار سرمایه یا رضایت فعالان بازار سرمایه، اینطوری بگم بهتر هست، و ارتقاء اقتصاد، ما میبینیم که به بازار سرمایه ارجحیت داده شده. بنابراین بودجه سال 1401 بله میتواند بهتر بشود، میتوانست بهتر باشد برای بازار سرمایه و برای اقتصاد ایران. در زمینه آثاری که بودجه سال 1401 برای اقتصاد ایران داره، خیلی میتواند، خیلی جای رشد داره، خیلی جای پیشرفت داره، اما در زمینه بازار سرمایه کار خیلی خوبی انجام شده. فعالان بازار نمیتونن گله کنن که بودجه سال 1401 به بازار سرمایه توجه کافی رو نداشته. درسته. بنابراین با شرایطی که پیش اومده، حتی من احتمال میدم، احتمالش هست که در انتهای سال 1401 ممکنه حتی با یک حالت حبابگونه هم دوباره مواجه بشیم، چون حجم در عرضه اوراق و حجم عرضه سهام شدت کنترل شده در بودجه سال 1400. درسته. خیلی تشکر میکنم آقای دکتر از اینکه همراه ما بودید. من چون میدونم در واقع جلسه ای هم در پیش دارید، من ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید و دعوت ما رو برای حضور در این برنامه پذیرفتید و باهاتون خداحافظی میکنم.